سلام، شب بخیر. تو این ویدیو میخوایم طرز فرم گرفتن خامه قنادی رو به شما آموزش بدیم. خامه ها خیلی مارک های مختلفی تو بازار هست الان، مثل مارک گلرود، کولاک، کاله، میهن و خیلی چیزای دیگه که تو شهرهای مختلف پیدا میشه. مهمترینشون این چند تا مارکیه که من بهتون گفتم، ولی من خودم به شخصه از مارک کولاک استفاده میکنم. البته فرم دادن کولاک یه مقدار از بقیه سختره و اینکه حالا مارکی مثل مثلا گل رود یا کاله خیلی مدت زمان دوامش توی حالا گرما، توی زمانی که بالاخره برای تولد اینا داریم کیک رو استفاده میکنیم معرض دید هست، مدت زمان کولا کمتر از بقیه است. ولی خب من به شخص خودم طعمش چون دوست دارم، هم به صرفه تره هم طعمش واقعا خوشمزه است، اینو ترجیح میدم و فقط تمام ویدیوها از همین مارک کولاک استفاده کردم، کولاک آبی. خامه ها بیشتر تو وزنای 1 کیلویی و 5 کیلویی به بازار عرضه میشن. من همیشه از 5 کیلویی استفاده میکنم، منتها زمانی که یخ زده است، ببینید به صورت یخ زده اونو تو تیکه های کوچیکتر برش میدم تا موقعی که میخوام برای کیکام استفاده کنم راحت تر باشه. شما میتونید همین کار بکنید یا اینکه نه، میتونید 1 کیلوش هم بگیرید، حالا 2 قسمت کنید، 3 قسمت کنید و به تدریج ازش استفاده کنید. نگهداریش هم توی فریزر استفاده میکنید تا زمانی که بخواید اونو فرم بدید. دوستان، من خامه رو تقسیم بندی کردم، الان میخوام یه کیک رو فیلینگ کنم. از حدودن، حالا بستگی داره دیگه، اگه کاملا، چون من تو فریزر میذارم کاملا یخ میزنه، حدودن نیم ساعت، 20 دقیقه، حتی بستگی به دمای محیطتون داره، تا یه ربع شایدم. این بسته خامه رو در میاریم، حالا تو ظرفش میریزیم که میخوایم فرم بدیم و میذاریم تا یه مقدار ازش آب بشه. نگاه کنید، اگه اینجا ملاحظه کنید، حدودن نصفش آب بشه، 40% یا 50% ازش آب بشه. ما بقیش هم زمانی که ما میخوایم خامه رو فرم بدیم، یعنی قبل از فرم دادن، حتما باید، نه از این پالته پلاستیکی، ببینید کاملا نرم شده، ولی بازم یه مقدار دیگه جا داره. من یه چند دقیقه دیگه صبر میکنم و اینو با همزن حرفه‌ای شروع میکنم به فرم دادن. ببینید، هیچ وقت خود، حتی اگه 50% هم آب شده بود، هیچ وقت همونجوری زیر دست کنه، چون پرهای همزنتون رو میشکنه. خب دوستان، ببینید الان خامه ما یخ زدایش در این مرحله است. من حدودا با پالتی ذره خوردش کردم، زیر دستگاه میخوام بذارم. یه نشونه ای که شما میدونید وقت دقیقی دارید میذارید زیر دستگاه، اینه که بدنه های همزنتون موقعی که داره اینو فرم میده، حدودا قطرات خیلی ریز، مثل حالت شبنم، یعنی آب، دستتون رو وقتی که بکشید انگشتاتون خیس میشه. اگه دیدید که نه، سفیدک بست، برفک بست و سفید شد، یعنی این که خیلی زوده. دستگاه رو خاموش کنید، 1-2 دقیقه، 3 دقیقه صبر میکنید، بعد دوباره از اول همزن رو روشن میکنید. 1-2 دقیقه اول، 1 دقیقه حدودا با دور کند من میزنم تا کاملا یک دست بشه، بعد با دور تند همزن یا دور متوسط خاممون رو شروع میکنیم به فرم دادن. من به خاطر اینکه صدای همزن نمیذاره توضیحاتم رو تا آخر میدم، بعد شما خودتون ملاحظه میفرمایید. زمانی که میخوایم بدونیم که خامه‌مون فرم گرفته، یعنی چند تا نشونه این که فرم گرفته، ببینید از اوایل فرم دادن و همزن که داره میچرخه، خامه براق رنگش، ولی زمانی که فرم میگیره، یعنی شما خودتون دقت بکنید، رنگش مات میشه و دیگه از اون براقی اولو نداره، از براقی میفته. این یکی از نشونه هاش. بعد اینکه تیکه های خامه از دیواره خود به خود در حین چرخیدن کنده میشه، که اونو بهتون نشون میدم، و به اطراف انگار پرت میکنه، اینم یه نشونه دیگه. یکی هم اینکه وقتی که خاموش میکنید، کاملا خامه تو روی پرهای همزنتون سفت وای میسه، یعنی گیر کرده، یعنی وقتی هم که بخواید
بتکونید به راحتی ازش کنده نمیشه، باید حتما با قدرتونو به پایین فشار بدید تا خامه کنده بشه ازش. من روشن میکنم، شما مابقیشو ببینید. دوستان میبینید خامه ما فرم گرفته به راحتی. باز میکنم نگاه کنید، میبینید چقدر سفته. بهترین خامه که ما فرم دادیم این میتونه باشه، در این حد میتونه باشه. رنگشو نگاه کنید، ببینید ماته. اولی که دو بهتون براش هم نشون دادم، ببینید رنگش کاملا ماته و خیلی اصلا به راحتی از پرهای همزنم جدا نمیشه. داخلش هم که به شما نشون دادم، ببینید من باز کردم، ببینید جای دیواره هاشو. این خامه‌مون فرم گرفته و میتونیم همین الان برای فیلینگ ازش استفاده کنیم.